مهمانان من در این بحث آقای عارف بهرام استاد دانشگاه، آقای سید سلیم هنرجو و همچنان خانم حسین رئوفی هنرجو در استدیوی تلونیوز هستند. سلام بر شما، خوش آمدین مهمان عزیز به بحث. سلام بر شما. ممنونتان. آقای بهرام، بحث با شما آغاز میکنیم. به این که در مورد شبکه کاری اگر بر ما جزئیات بیشتر داشته باشین و تابلوهایی که در این بخش ساخته شده است. قبل از اینکه ما بحث را شروع بکنیم، ما میخواییم یک نکته اصلاحی را یاد بکنیم که این نمایشگاه برای از تاریخ 3 تا تاریخ 6 هست. شما یک روز گفتین، چند روز دیگه هم دوام داره. درست. که بیننده های محترم ما، کسایی که علاقمند هستن میتونن اشتراک بکنن و ببینن تابلوها را چه کار شدن. درست. خب، درست. معرخ کاری و شبکه کاری، ما میایم اول میخواییم در رابطه با معرخ کاری صحبت بکنیم. این که یک کلمه عربی هست و اگر بخوایم لغوی معنا بکنیم وصله یا رگه معنا میتن. این در حقیقت یک کلمه عربی هستن که بعد از ظهور اسلام و بعد از آمدن کلمات عربی در حوزه زبان فارسی ظهور کرد و بعد در حقیقت ادامه همون مذایکاری هایی هستند که در یونان باستان یا معادل کلمه مذایک هستند که در یونان باستان ازش استفاده میکرد و در حقیقت مجموعه ای از تکه های رنگارنگ فلزی چوبی و تکه‌ای که در کنار همدیگه قرار میگیره و شکل و شمایل و مثلا یک طرح خاص را ایجاد میکنه و ایش این نوع طرح‌ها و این نوع شکل و شمایل را معرخ کاری میگه و شبکه کاری هم در حقیقت درست. همون ارتباطی که بین عناصری که در یک اثر کار میشه که به لحاظ لغوی مثلا مشبک که حالا به این معنا که یک چیزی که دارای مجراهایی باشه که بتونه مثلا از او نور وارد شه و ما بتونیم از پشت او اجسام و اشیایی را که در مقابل ما هست بتونیم ببینیم. بله، تشکر. دوباره با شما برمیگردم. آقای سلیم، من میخوام از شما بپرسم، شما به عنوان هنرجو چقدر مدت میشه در این بخش کار میکنین و از تجربه هایتان برام بگوین؟ به نام خداوند مهربان، ما مدت 2 سال میشه که در پوهنتون کابل. خب قبل از اینکه در شبکه کاری را آغاز کنم، من خودم محصل پوهنتون کابل بودم، بخش گرافیک دیزاین. باز پیش استاد محترم ما که بسیار استاد معزز و گرامی است بر ما، استاد حشمت، من توانستم مدت 2 سال پیشان شبکه کاری را یاد بگیرم و آموختم و بعد از اینکه دیدن که مثلا ما توانستیم که یک چیز را بتانیم کار کنیم، باز بر ما همی کارگاه 3 ماهه زمستان با همکاری رئیس صاحب محترم ما نبی پور صاحب و استاد مجیب رئیس پیمان پروڈکشن، 3 ماه بر ما یک ورکشاپ را در پوهنتون کابل برگزار کردن که ما توانستیم مدت 3 ماه را تدریس کنیم و تعداد شاگردای ما تقریبا 13 دانه دختر بودن، دختر خانم، و 4 دانه پسر بودن که ما اونا رو تدریس کردیم و اینا این پروژه که 41 پروژه میبینیم اینا رو کار کردن و در مدت همی 3 ماه تقریبا تجربات کافی به دست آوردیم که باز حال توانستیم یک کارگاه بسیار خوب هنری در منطقه دیمزنگ شهر کابل. بله. در مدت همین 2 سال شما چقدر تابلو ساختین؟ در مدت همین 2 سال تقریبا، خب حسابش خب نمیتونم، شاید دشوار باشه، زیادتر کار کردیم. یعنی درست. در مدت 2 سال خب بعض پروژه‌ای که بسیار مهم بودن بر بانک جهانی کار کردیم که فعلا در بانک جهانی است و دیگه در مقابلش برای دوستا و همچنان برای کسایی که علاقمندی کار بودن برشان کار کردیم. درست، درست. خانم رئوفی، من میخوام از شما بپرسم، در نمایشگاهی که برگزار شده شما چقدر از تابلوهایی که از خودتان است در اونجا بر نمایش گذاشتین، یک تابلو زمانی که آماده میشه در بخش شبکه کاری چقدر مدت در بر میگیره؟ ما
مخبله په دو درهی میاشتو که 15 تابلوگانی درو دلی او اگه مربوط لیری پسرات ده کار بانده چه مثلا تا کولایشی پی وفت کیمتا یو یا دوی تابلوگانی ولری درست. دختر خانم های خیلی زیاده هستن و اینچنین هنر دارن اما نمیتونن که لااقل روش کار بکنن یا بیارن امو چیزایی را که تولید میکنن به نمایش بگذارن. چقدر این فرصت بر شما این زمینه را مساعد ساخته که بیشتر از اینم کار بکنین و بیشتر تابلوها را داشته باشین؟ بله، ما از شما پرسیدم که اکنون این نمایشگاه به شما چقدر زمینه را مساعد ساخته که بیشتر از این کار بکنین و بیشتر تابلو بسازین؟ او د نمایشگاه مقتدر زمینه مساعد کلی او یو دم دو نمایشگاه طرف موږ کولای شو د موږ سات چې ویل په دې مزن کې موږ یو کارګاه ده چې موږ طریقه ما وکولای شو یو کارګاه تلیر پیدا کوم او په موږ ځای کې زم کار کوم او یعنی ډیر خو ماته ده. بله، یعنی فرصت بسیار خوبی است به دختر خانم ها در این بخش. بله. درست درست. با شما دوباره برمیگردم. خب بهرام، بیاین روی ازی صحبت بکنیم. شما به عنوان یک استاد زمانی که دانشجویان در بخش های هنری بیشتر کار میکنن، اهداف را که باید دنبال بکنن کدام مورد است؟ ما یک نکته دیگه را هم باید بگویم که من خودم استاد شبکه کاری نیستم، استاد ادبیات نمایشی هستم و بعد میتونم بگویم که دانشجویان زمانی که آموزش های هنری را میبینه، تلاش ما و تلاش فاکولته هنرهای زیبا بر ای هست که حداقل اندیشه های انسانی را بازتاب بده. یک مسئله و دوم به ارزش های اسلامی و اجتماعی پابند باشه و سوم مسائل فرهنگی را که از موضوعات مبتذل تشخیص بکنه و بعد ظرفیت هایی را که ما ایجاد میکنیم اینها توانایی از ایر پیدا بکنن که تشخیص این مسائل که پیشتر ذکر کردم داشته باشه. درست، و اهداف را که داشته باشن و... چون هنر یگانه راهی است ما میتونیم یک چهره دیگر از افغانستان، یک چهره دیگر است لااقل همون تصویر خشن را که در حال حاضر از مردم از افغانستان به نمایش گذاشته شده، یک راهی است که میتونه یک چهره خوبتر تازه تر از افغانستان به نمایش بگذاره. دقیقاً. متاسفانه هنر تا به هنوز در افغانستان با وجودی که رسانه ها هم یک چهره خشنی از وضعیت اجتماعی افغانستان نشان داده، هنر هم تا به هنوز این چهره خشین را بازتاب داده و احساس میکنن که مثلا تا به یک زمان را میخواین که حداقل این ذهنیت ها و این تصورات ذهنی و این احساس هایی که در وجودش هست بیان بکنه. اما فاکولته هنرهای زیبا از مدت یک سال به این طرف نگریشی که نسبت به تولید آثار هنری داره و نگریشی که نسبت به آموزش فرزندان این جامعه داره، این هستند که اهداف انسانی و اهداف ارزش های اسلامی را در کار خود رعایت بکنه و مسئله را مطرح بکنه. ممنون. آقای سلیم، اگر از شما بپرسم که کسانی که آمدن در نمایشگاه اشتراک کردن، 40 تابلوی که در اونجا به نمایش گذاشته شده، دید بازدید کنندگان چه بود؟ دید بازدید کنندگان، خب اگر از کلی حساب کنیم و ببینیم، دیدشان بسیار یک دید نیک بود نظر به کار ما، چون ما خواستیم امی شبکه کاری که قبلا کلا از بین رفته بود، ما خواستیم میره دوباره بر مردم نمایش بدیم که توسط شبکه کاری چی کارها میشه، چقدر مثلا در دیزاین، در طرح و دیزاین خانه و مثلا جایی که زندگی میکنیم میتونیم از این شبکه کاری استفاده کنیم. و همچنان دید اونا این ای بود که خب خواستیم که ما بر از اونا ای را نشان بدیم و اونا بسیار استقبال کردن. واقعیت کسایی بودن که بزرگوار بودن، بر ما با ارزش بودن، اونا بسیار از ما استقبال کردن، در آینده همکاری های بیشتر گفتن که همراه ما داشتن می باشن انشاءالله که دیگه توکل بخواهم. سوژه‌ای که انتخاب شده بود سوژه اسلامیز. بله. هدف چی بود؟ هدف ما تلفیق کردن یا یک جای کردن امی اسلام با هنر است. درست. توسط شبکه کاری، چون بسیار از کسایی هستند که البته به نظرشون احترام داریم ولی فکر میکنن هنر از اسلام جداست و چیزهایی که در هنر است اصلا مربوط به اسلام نمیشه، اما ما خواستیم که نشان بدیم که اسلام میتونه که توسط هنر بیان شه و بسیاری از چیزهای، بسیار از دیزاین هایی است که در مساجد است، بسیار از خطاطی هایی است که کلش هنر است و ما خواستیم توسط این شبکه کاری نشان بدیم که اسلام با هنر بسیار ربط
ربط بسیار نزدیک داره، چون زیبایی در اسلام است و خداوند خودش زیبا زیبایی را دوست داره. ممنون. خانم دافی، چقدر از دختر خانم های دیگر هم در کنار شما در این بخش کار میکنن؟ قسمی که قبلا استاد ما گفت 13 دختر خانم بودیم و 4 نفر هم از پسرا بودیم که در همین 3 ماه زمستان با هم یک جا کار کردیم در همین کارگاه. بله، اگر از تجربه هایتان بگوین، اگر از چیزهایی را که در مدت این 3 ماه شما آموزش دیدین برام بگوین. بله، تجربه خام ډیر ترلاسه کړی په دو دریا میاشتې که موږ وکولای شو چې زده کو په کومه طریقه موږ مخکې لاړ شو او تابلو په څه طریقه موږ جوړ کو، کومه مرحله لري، او بالاخره وکولای شو بعد څو تمرینونه چې ولې رو وکولایم شو چې د تابلوګان موږ جوړ کو. در کنار سوژه اسلامی که مختص بر این نمایشگاه بود، شما روی سوژه های دیگر هم تانستین کار بکنین و تابلو بسازین؟ تر اوسه پورې خو نه، خو یعنی با آینده که تصمیم لرو چې په نورو بخشو کې هم ورسه کار بکنم. مثلا از دید شما کدام بخش میخواین که کار بکنین و بیشتر تابلو داشته باشین؟ زمانی که ما از دختر خانم ها میپرسیم بیشتر خشونت در برابر زنان یا نمایش گذاشتن یک تصویر دیگر از زنان را میخواین داشته باشن و روش کار بکنن، شما چیگونه است؟ بله، ما نظر پم دوغه کدیم دغه خشونت خزوتر علیه زنان پم دوغه باره که ما هم یعنی دل میخواهی چکم دوباره کیم زیوه مخکلارش. درست. زمانی که شما اینچنین تابلوها را میسازین، به ویژه در بخش زنها اگر ساخته میشه، چقدر تاثیر روانیش بیشتر است؟ یعنی روی بهبود روان چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟ تاثیر خودی لریده میشه بگذاریم. بله، یعنی زمانی که یک فرد یک تابلو را میبینه، به ویژه اگر ما بخش زنها را مد نظر بگیریم، خشونت در برابر زنان، خودتون به عنوان یک بازدید کننده چقدر میتونه رویتان تاثیر داشته باشه؟ تاثیر خواهانه ډیر لري، مثلا دیغو په لیدلو باندې، دیغو موضوع باندې، دیغو ته چې ګوري هغه درک کوي چې یعنی موضوع څه ده، دیغو مختزی نوع دی لحاظه تاثیر ډیر لري که میتونه راه را بر تغییر باز بله بکنه. بله. اینجوری این کارها. بله آقای بهرام، اگر روی این صحبت کنیم، شبکه کاری و معرق کاری، باریکی هایی که هر دوش دارن، اگر شما بر ما جزئیات بدین. ما همونطور که پیشتر گفتم که من استاد دپارتمنت ادبیات نمایشی هستم، لاقل در این مورد خود جزئیات رنج شما است. رابطه شبکه کاری و معرق کاری در حقیقت رابطه که چند تا تیکه‌ای که گویا در کنار همدیگه میتونن یک اثر هنری را خلق بکنن که زمینه برای پر کردن و زمینه برای تکمیل کردن یک اثر وقتی که مطرح هست. درست. در اینجا رابطه شبکه و رابطه معرق کاری مطرح میشن، در حقیقت مکمل هم دیگره. بله. یکی در زمینه قرار میگیره و دیگه در متن. درست. امیر، از آقای سلیم هم میپرسم، میشه که شما جواب داشته باشین؟ ببخشین یک بار دیگه خواهش می‌کنم. بله، باریکی های را که باید مد نظر باشه در بخش شبکه کاری و معرق کاری. باریکی هایی که زیاد، یعنی اصلا کار هنر کلش باریک بینی است. بله دقیقاً. باید در هر قسمتش باید متوجه باشی که اصلا کمپوزیشن در نظر گرفته شوه، کنتراست در نظر گرفته شوه و همچنان تمام قسمت هایی که هنر، خصوصا شبکه کاری و معرق کاری که باید فاصله بسیار در نظر گرفته شوه. من خودم اینا شاهد هستن و تمام کسایی که شاگردم بودن، همراهم همکار بودن، اینا همشون متوجه بودن که ما بسیار ظریف بین و باریک بین، چون استادم هم تو بودن. قسمت که معرق کاری باید چینده شوه یا همو توته های از کاغذ چوب که باید چینده شوه، اونا باید فاصله شون بسیار منظم باشه، اندازه شون بسیار منظم باشه که در بک‌گراند قرار میگیرن، و همچنان رنگشان مهمترین چیز که یادم رفت رنگشان است که باید بسیار با هم همخوانی داشته باشه با خود امی توته های چوبه که شبکه کاری میکنیم. البته معرق کاری توته های کاغذ است یا توته های کاغذ چوب است، یا مثلا میتونیم از چوب های فلز هم، بله بعض اوقات فلز یا توته های مثلا کاشی این چیزا استفاده کنیم برای بک‌گراند، ولی باز خود شبکه کاری که توته های چوب است یا امو برش شده های چوب سی پست است که بک‌گراندش لاسانی است، این باید بسیار با هم همخوانی داشته باشن، بسیار از لحاظ رنگ، از لحاظ کنتراست، تمام چیزشان باید با هم بخونه و اینمی ظرافت ها رو باید در نظر بگیره. بله بله. آقا بهرام، من میخوام بپرسم که آیا هنر و اثرهای هنری آنچنانی که باید جایش هم یافت در جامعه افغانستان یافت، یا پس از این هم چه کارهای نیاز است که لاقل در این راستا باید صورت بگیره؟ مسلما هنر و جامعه
یک ارتباط با ظرفیت های اجتماع داره، درست، با دانش اجتماع داره. هر اندازه دانش و ظرفیت اجتماع بلندتر باشه و هضم یک تعداد مسائل برای جامعه ساده تر باشه، هنر قابل پذیرشتر میشه. و تا به هنوز متاسفانه هنر در افغانستان جایگاهی که ما برای دیدگاه یا پالیسی فاکولته هنرهای زیبا در نظر گرفتیم، در حقیقت او پالیسی رو میخواییم دنبال بکنیم و هنر را به او سمت و سویی که امروز یک لقبی که برش میده ابتذال، از این ابتذال بکشانیم و یک مرحله‌ای برسانیم که جامعه بپذیره و ارزش‌های انسانی، اخلاقی و اسلامی را در او بازتاب بتیم. چرا این بخش نیاز بر حمایت بیشتر هم است؟ دقیقاً، چون این بخش نیاز بر حمایت هم هست و متاسفانه نهادهایی که همکاری میکنه و حتی نهادهای دولتی که نسبت به هنر یک احساس همکاری داره، اونا برداشت‌هایی نسبت به هنر داره که نمیشه در اینجا به او اشاره کرد و احتمالاً باعث آزردگی تعداد خواهد شد. ممنون. خان سلیم، چقدر مردم از تابلوهایی که شما آماده میکنین در بخش شبکه کاری و معرق کاری استفاده میکنن و علاقمندی بر این دارن که لاقل بتارن استفاده داشته باشن؟ علاقمندیشان بسیار زیاد است، خصوصا در افغانستان، چون بسیار به هنرهای اسلامی بسیار ارزش میتن و انشالله که به هنرهای دیگام بعد از این امید داریم که ارزش بتن، زیادتر ارزش میتن. ولی توان و امو بودیجه امی خریدی بعضی چیزها را که به این اندازه مثلا مصرفی که ما میکنیم بعضشان ندارن. باز ما کوشش میکنیم که نظر به علاقمندیشان، اصلا بسیاری کارها را ما برشان خودم تقریبا مفت کار میکنم، چون بعض اوقات البته که چون علاقمندیشان را میبینم و امو گفته یکان تا رضای خدا دعای اونا برشان کار میکنیم بعض اوقات. درست. یک تابلو ما پیشترم پرسیدم اگر تکراری نشه مو هزینهش را بگوین و مدت که برویش کار صورت میگیره. مدت زمانش که بالا یک تابلو کار میشه و هزینهش فرق میکنه. هر تابلو و هر کاری که ما میکنیم نظر به اندازه و مثلا مقدار زحمت که سر از اون میکشیم یا نظر به مو گفته عامیانه طول عرضش است که هر چقدر که بزرگ بود اما قدر کارشم کلان تر است. حد اکثرش اگر بر ما بود؟ حد اکثرش تا حدود 2000-2500 مصرف، ببخشین عد اوسطش، تا حدود 2500 به می اندازه مثلا مصرف میکنیم سرش. باز در پولی از این مثلا کرای جایی که هست یا مثلا مصارف ماش و ایگپا، اینا تمامش یک جای میشه تا حدود 10,000-8,000 فروخته میشه. و یعنی امو هزینه بلند سبب میشه که لاقل امو زیبایی های یک تابلو را عطا مردم نتانن که ببینن، بیشتر روی هزینهش فکر میکنن. بله، امی گپ هست. خب در افغانستان خب مشکل کل ما داریم، مشکل اقتصادی است و از این لحاظ نمیتونن که مثلا امو علاقه و ذوق و شوق چیزی که دارن نمیتونن به درستی شوره تهیه کنن. باز ما کوشش میکنیم، پروژه خوردم داریم تا حدود مثلا 2000 هم هست، 1500 هم هست، میفروشیم برشان، میتیم که مقصد تو چیز زیاد قیمتی هم نباشه، زیاد پایین هم نباشه، چیزی که هست که میتونه تزیین کنه خانشان از زیبا بسید. بله بله، درست. خانم روفی، بر دختر خانم هایی که در بخش هنر کار میکنن چه کارهای نیاز است؟ لاقل از طرف خانواده، از طرف جامعه و جایی که اینا هنر را میاموزن. میشه باز ببین؟ بله، من پرسیدم که یک دختر خانمه که میخواهد در یک بخش کار بکنه، به ویژه بخش های هنری که هنوز جا نافتاده در جامعه افغانستان، نیازمند چی نوع حمایت است؟ لاقل از طرف خانوادهش و از طرف جامعه که بتونه بیشتر کار بکنه و پیشرفت بکنه. بله، چکلا چی بغاری و جل و خزای و یا جلکی بغاری چی و چرت کار که یا هنری کارو که اول قد فامیل حمایت ضرورت لیری. درست. فامیل حمایت خباد مثلا اغازای که چی اغا کار که یا دی و استاد دی طریقه چی اغا حمایه کی یا تشویق کی گینو دیره مهمه دی فامیل حمایت چی دی فامیل دی طرف حمایه شی. یعنی زمینی بیشتر رشد بر دختر خانم ها در بخش هنر وجود داره؟ او که دی بغاری او چی زمینه ورته مساعده شی، ولی نه او
بله، خود یک دختر خانم چه کار باید انجام بده که بتونه پیشرفت داشته باشه، نه تنها هنر، هر بخش دیگر؟ خود اگه مربوط که گیانش به کوم بخش که دا وغوری چه مخ کلاره شی، باید پامی بخش که دا مثلا دا صدر تا ایمینی تحصیلات ولیری دیگه باره که پویشی یا دوغه تاریخی نکوله، یعنی یک هدف بر خود تعیین بکنم. بله، یک هدف ولیری پیشرفته پاره. درست، شما چی اهداف بر خود دارین؟ چه برنامه یه بر آینده روی دست دارین؟ دمام پا آینده که غارم دوغه شبکه کاری که مخکل آره شما چه تروسه پوری تقریبا مخکل لکتللیم تا دوم راندازی پوری نه و دغمی غارم پم دو شبکه کاری بخش که مخکل آرشم. درست. آقا بهرام، من میخوام بپرسم که حمایت حکومت شرط از بر پیشرفت در بخش های هنری به ویژه. ما نیازمند کدام مورد هستیم که باید حکومت توجه بکند بعد از این؟ خب ما وقتی که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری میبینیم که پالیسی های کاریش وقتی که مطرح میکنه، ما جایگاه هنر را در او نمیتونیم ببینیم. بله. و سیاست مدارای ما تا به هنوز بعد از حکومت کرزایی را اگر بررسی بکنیم، از حکومت کرزایی به این طرف را اگر بررسی بکنیم و حاشیه های کاری را که اونا انجام دادن، حتی در این حاشیه های کاری بسیار مضاعف اشاره به هنر، اشاره به حمایت از هنر و اشاره به ارزش و رشد هنر نکردن. و ما تقاضای ما این هستن به عنوان یک دانشکده که در دانشگاه کابل فعالیت داره، ایستن که حداقل پالیسی های برای رشد هنر داشته باشه تا بتانیم ارزش های اجتماعی و فرهنگی را از چیزی که برای فعلا در اجتماع مطرح هست، از او دیدگاه ابتذال گونه گویا که در اجتماع مطرح هست، از او برهانیم و جدا بکنیم، مسیر مشخصی برش تعیین بکنیم که در او معیارهای انسانی مطرح شود. درست. تو اکنون که کار صورت نگرفته در بخش هنر، اونشان که شما مشاره کردین، ملاقات ما خودم به عنوان یک خبرنگار چیزی در مورد هنر است و یا رهبران نشنیدیم. پس از این امید انتظار بر این است که کار باید صورت بگیره؟ خب مسلما هنر تاثیر خود رو روی جامعه داره. و مثل که پیشتر گفتم، هنر رابطه مستقیم با ظرفیت و دانش بشر داره. بله. و دانش یک جامعه داره. اگر دانش جامعه ای ما افزایش پیدا بکنه و ظرفیت اجتماعی ما بلند برن، مسلما هنر هم قابل پذیرش میشن و دولت این وقت مکلف هست که در برابر هنر حمایتی داشته باشه و از خود پالیسی های مشخص و مجزایی داشته باشه که طرح بکنه که در او آجندای برنامه های فرهنگی و علمی و سیاسی خود را مطرح بکنه. من فکر میکنم که درست. در افغانستان هنر میتونه بستر خیلی خوبی باشه برای بیان ارزش هایی که در سیاست امروز ما تشکر. در نظر داریم. بله، خیلی کوتاه آقای سلیم، اگر بگوین این چنین نمایشگاه ها بعد از این هم شما پلان دارین که برگزار بکنین در دیگر بخش ها؟ خیلی کوتاه. بله، تصمیم داریم انشالله. هر وقت که بزرگای ما، استادای ما تصمیم داشته باشند از پانتون کابل یا از هر جایی که خواستار همین نمایشگاه تابلوهای ما باشند، ما در خدمت هستیم. تشکر، سپاس از این که حضور یافتین به برنامه. ممنون. تشکر.